کرامات شریپوف که بعد محروم شدن از حق شهروندی روسیه در دوشنبه زندگی میکنند میگوید نامه با طلب برگردانیدن نفقه به دست همسرش در مسکو رسیده است و ای گفت طلب کمیسریت نظامی روسیه غیر قانونی است چون که 25 سال در صف ارتش این کشور خدمت کرده است و با گرفتن معاش بازنشستگی حق دارد. قانون هم سال 1993 قبول کرده شده است که سابق دولت روس جوابگیری تمامی وزینه های امروز در دولت بعد از دولت شوروی هست. اساسی در این پونکت است که در گردوندن نفقه شخصانی که در قوای مسلح دولت های اسنگی خدمت کرده و دولت تاجیکستان دولت اسنگی حساب میخورد. نسخه نامه در اختیار رادیوی آزادی هست و در آن ذکر می شود که کرامات شریپوف نفقه در سالهای 2018 و 2019 گرفتش را اختیاری برگرداند. ما برای شرح قضیه با مرکز حفظ اجتماعی کمیسریت حربی ولایت مسکو تماس گرفتیم و در این نهاد به ما گفتند که مسئله مسکو را تنها با کرامات شریپوف شرح می دهند. حامی حقوق مهاجران تاجیک روز هفتم مرد در صحبت با همکاران ما در دوشنبه گفتند که امکانی برگردانیدن پول را ندارد و اگر برگرداند هم حکومت روسیه در عوض باید به او جبران بپردازد. برگرداندن مبلغ پگان و گاه میزنن که خودی کرامات شریف فروخته شود، خودت فروش گردن با چی برگردنده شود؟ مرحمت ما برمیگردانیم، شما هم برگردانید 25 نیم سال حیات من رو برگردانید. کرامات شریپوف رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در بین این طبقه در روسیه شناخته شده است و که پیوسته سیاست های روسیه و تاجیکستان و به خصوص کارفرمایان روس را تنقید میکرد، ماه دسامبر سال 2017 دستگیر شد و دادگاه روسیه بعد از مدت کوتاهی گفت که کرامات شریپوف غیر قانونی شهروندی روسیه را به دست آورده است و برای همین باید از آن محروم و از قلمرو این کشور خارج کرده شود. خود کرامات شریپوف میگوید این امر دادگاه فقط یک قصاصی از او برای حمایتش از حق مهاجران تاجیک و تنقیدهای سیاسی روسیه بود. حالا در دوشنبه است و به همکاران ما گفت که به واسطه اینترنت به سازمانش جنبش مهاجران کره تاجیک همکاری دارد.